برای اینکه بخوایم بیشتر با اینکه چه نوع علم غیبی رو معتقد هستند بهش آشنا بشیم این کلیپ رو ببینیم که در واقع از حوزه علمی قم برآمده بفهمید خب من سوال این است این اخبار غیبی که خدا داره میگه یعنی خز دجور بلا خدا هست این خب من سوالم این است این اخبار غیبی که خدا داره میگه یعنی خز نستجور بلا خدا هست اینا رو میدونه خدا مدونم. که فرمود که فقط علم قیب رو من میدونم پس این چه کاره بوده اینا رو حلش بکنیم ببینید حلش بکنیم حلش به چیه خیلی آسون است حلش به این است که علم غیب اصیل ذاتی استقلالی مال خداست اون آیه‌ای که میگه که علم غیب مال منه یعنی علم غیب ذاتی یعنی علم غیبی که حد و حصر رو غید ندارد لا یا اون علم غیب رو داره میگه اما اونی را که میگه من دادم به خیز من دادم به پیغمبر الا من ارتضا من رسول ولاکن الله یجتبی من هی من یشا یه عده از پیغمبران رو انتخاب میکنه و علم غیب رو در اختیارشون قرار میده این یعنی علم غیب محدود این یعنی علم غیب مقید این یعنی علم غیب افاضی این یعنی علم غیب وامی وام میده خدا بله. غرضیه اون اصیل اعمال خدا این اصیل نیست وچه چه جمعش است اما اونی که شیعه میگه ببینید شیعه همین علم غیب دوم رو میگه یعنی علم غیب چی؟ غرزی نه علم غیب اصیل که فقط نزد خداست و هیچ کس هم نمیداند بله اونو هیچ کس نمیدان اما اگر خدا ارز کنم که علم غیب رو به بندش اعتا کرد آیا این نقصی در خلقت آسمان و زمین اتفاق میفته؟ یعنی چه؟ پیغمبر ما خبر از آمدن مهدی موعود داد آمدن مهدی موعود علم غیب هست یا نیست؟ غیب دیگه خبر از آینده است. خب پیغمبر ما از کجا میدونست؟ خب خدا در اختیارش قرار داد خدا او را عالم به غیب کرده در قرآن هم هست میگه ذالک من انبا الغیب اینا از انباء غیب است نوحی ها الیک من دارم بهت میدم پس بنابراین این در اختیار قرار دادن مراد است خدا یک پاره یک بخشی از علم غیب را در اختیار پیغمبر و اهل بیت قرار میده هیچ اشکالی هم پیش نمیاد چرا خیلی اشکالات پیش میاد خیلی اشکالات پیش میاد اشکالات از اونجا پیش میاد که بالاخره یه سری انبا همطور آیه قرآن داره یه سری خبرها خداوند متعال به رسولش علیه سلطا و سلام داده و رسول الله ما می‌دونیم که این خبرها رو خداوند بهش داده مثل چی؟ مثل اینکه رسول الله علیه و سلام توسط وحی مطلع می‌شوند که مثلا در آینده امتش این اتفاقات میفته حدیث مفصل رسول الله علیه سلطا و سلام صحیحه که پیامبر علیه و سلام بعد از نماز ظهر میرند و یک حدیث بلندی دارند پیامبر علیه سلطا و سلام و این حدیث بلند رو اتاق من شارژ رو لطفا چک کنید که شارژ نمیشه و این حدیث بلند رو رسول الله علیه الصلاه و السلام در مورد اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد میگن به امتشون و این اطلاعات دقیقا از طرف وحی به پیامبر علیه الصلاه و السلام داده شده پیامبر غیر از اینها اطلاعاتی داشتن نه پیامبر علیه الصلاه السلام مثلا در غزوه احد میدانستند که اون ور کوه چه اتفاقی خواهد بیفته نه که اگر پیامبر علیه الصلاه والسلام که شکست نمیخوردن این اگر رسول الله علیه السلام و سلام علم غیب از طرف خداوند به ایشون داده شد به خورد به صورت قرضی مثلا داده شد آیا این علم غیب تاثیر میذاشت بر اینکه پیامبر علیه بفهمه که اون ور مثلا کوه اوهد چه اتفاقی خواهد افتاد که مثلا دارن خون میزن دارن از پشت حمله میکنن و بعد جلوی حمله کردن و جلوی کشته شدن مسلمان ها و شهید شدن اصحاب رسول الله علیه سارت و سلام گرفته بشه پیامبر نمیدونستند و این آیه یک خود خداوند متعال در مورد پیامبر علیه و سلام و علم غیب پیامبر میگن این انباع نیست این خبرها نیست انباع یعنی خبرها وقتی خداوند متعال به رسول الله علیه و السلام از طریق وحی خبری میده اینجا پیامبر علم غیب پیدا نکرده پیامبر یه چیزی رو فهمیده مثل اینکه الان از اتاق فرمان توی گوش من بگن که الان توی اتاق فرمان فلان شخص و فلان شخص اومدن مثلا نشستن اینجا علم غیب من نیست اینجا اطلاعیه که اتاق فرمان از طریق گوشی به من داده دیگه من علم غیب ندارم که اونور دیوار چه اتفاقی میفته نمیدونم اگر تو اتاق فرمان چه نشستن چه کسانی نشستن اونور مثلا این دیوار روبروی من پشتش چه کسانی هستن من دیگه اینو نمیدونم علم غیبی به من اضافه نشده من علم غیبی ندارم فقط اطلاعات انبایی به من گفته شده که من اگر این گوشی رو نداشتم به من گفته نمیشد هیچ اطلاعی غیر از این انبا و خبرهایی که به من گفته شده دیگه ندارم دو تا آیه داریم در مورد همین حرفهایی که ایشون میزنن و تایید چیزی که در مورد جنگ احد بهتون گفتم یه دونه سوره اعراف آیه 188 یه دونه یونس آیه 49 در اولی خداوند متعال به رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمان که ای پیامبر بهشون بگو قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا من هیچ گونه نفع و ضرری به خودم ندارم مگر اون چیزی که خداوند بخواد مثل همه مسلمان های دیگه ولو کنتو اگر اعلم الغیب اگر من علم غیب داشتم من کار خیلی زیادتر میکردم میفهمیدم کار خیر کجاست و من مثلی سو ضرری به من نمیرسید خب اگر علم غیب یعنی پیامبر هم داره از طریق خداوند متعال هم داره توضیح میده خبر میده که من علم غیب ندارم هم از نظر استدلالی در استدلال میکنه که چرا علم غیب ندارم